سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما هم کوکتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ریاکشن ویدیو دیگه. چه اتفاقی افتاده؟ سروش هیچ کس ملقب به پدر رپ فارسی در روز تولدش یک موزیکی رو منتشر کرده به اسم یک بسیجی کشتم. اسم خیلی هارشه، مشخص محتویاتش چه میتونه باشه. تولد سروش هیچ کس هم کلن میدونیم دیگه، سال کبیسه بود. یه ذره تولده حالا به میلادی و شمسی یه روز اختلاف داره، ولی خب زاده 19 اردیبهشت هست سروش هیچ کس، تولدش بوده یا همون 9 می. تولدشو به خودش و تمام طرفدارانش تبریک میگیم. بدون هیچ معطلی میخوایم بریم این آهنگو با هم گوش کنیم، ببینیم چیکار کرده. اما قبل از هر چیز یاد باشه حتما کانال سابسکرایب کنی اگه از ویدیو خوشت اومد، لایک کن و به اشتراک بذار اگه حال نکردی، حتما دیسلایک کن و دلیلشو بنویس، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. اولین چیزی که نظر ما رو جلب کنه مثل همیشه روی تراک کاورشه، که حالا کاور خوب باشه معمولا کلیک میکنیم دیگه، ولی خب خواننده هایی که اسم در کردن یک معنایی معمولا توش دارن، شاید هم خیلی به خوشگل بودن کاور کار نداشته باشن. تو کاور همونطور که میبینیم هیچ چیز خاصی اونجوری نیست که بگیم این اونه، پس مثل کاور قبلی بعد بریم سمت نماد. خب ما چی داریم میبینیم؟ دو تا رنگ داریم میبینیم و یک کلاش، و این رنگ یکیش طلایی یکیش بنفشه. حالا رنگ بنفشه داستان خیلی طولانی داره از قدیم، حالا رنگی بوده که دقت کنید تو پرچم هیچ کشوری نیست، چون قدیما رنگ گرونی بوده و یه جوری نماد سلطنت بوده، و حتی یه صحبتایی هست که میگن ملک انگلیس حتی پوشیدن اینو واسه عام یه جورایی ممنوع کرده بوده، چون به هر حال نماد سلطنت و اشرافی اونها رنگ گرونی بوده. تا اینکه در سال 1856 اگه اشتباه نکنم یه شیمیدان میاد دارو مالاریا بازم اگه اشتباه نکنم کشف کنه که اتفاقی رنگدان‌ها اینو تولید میکنه و این رنگ در دسترس همگان قرار میگیره. حالا این راجع به رنگ بنفش، اما رنگ بنفش نماد چیه؟ اغلب برای نماد خلاقیت، سلطنت، زنانگی و معنویت استفاده میشه این رنگ، و یه جورای نماد این داستانه. حالا توی روانشناسی ها جای دیگه به هر حال اکثرا نماد اینه. خب ما یه چیز مشترک اینجا داریم، زن، زندگی، آزادی و اون داستان به هر حال زنانگی و اینها، که حالا سروش هم میدونیم خیلی پشت این داستان هست و همیشه تو توییتاش و اینا دیدیم. و رنگ طلایی رو داریم که روی این کلاش هست. خب کلاش هم اصلا هست یه نماد جنگ، اما خود طلایی یک نمادیه واسه باز ثروت، موفقیت و همچنین مهربانی، که خب اینا رو بذاریم بغل هم، زن، زندگی، آزادی، و این نماد شاید یه جورایی پرچم این اتفاق باشه و اون کاری که ما می‌خوایم بکنیم، و اینکه زن، زندگی، آزادی به موفقیت تبدیل خواهد شد به واسطه حالا این جنگی که ما باید انجام بدیم. این برداشتی بود که من از این داشتم. نظر شما چی بود؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. اشخاصی که پشت کار بودن خب خود هیچ کسی برای کلام، متن و لیریک و آهنگسازی هم با نوفه بوده که تو حالا من نشنیدم. بریم ببینیم چه خبره. چی؟ جنگ؟ نشستیم توی جمعی پارتیزان گفت مسیرا رو میشناسی، شیش داریم، تیم داریم، شبی خوب میزنیم، هول کنی خواهی هاتون بکنه لازی پاگیر میخوابونی. حاجی ریتمو بگیر، رو چه ریتم سختی اومده، چه ریتمی انتخاب کرده واسه این داستان؟ میخواد قدرتش نشون بده دیگه چجوری رب با زمینه. اونجا که گفت گیر کنه لای زیپ، اوج تصویر درده ها برای یه مرد دیگه. یه احتمال همه تون تجربه کردید دیگه، خدا نصیب گوریه بیابون نکنه. تیم داریم، شبی خوب میزنیم، هول کنی خواهی هاتون بکنه لازی پاگیر میخوابونی، ملغت میریزیم، خیر با قیف کاردی میشی خط آبر بیخ تا بیخ میشماریم حساب سیون کاردی میشی خط آبر بیخ تا بیخ. خط آبر رو به این انگار کاردی شده شرکت تیکتی کسیه. قیف میریزیم، خیر با قیف کاردی میشی خط آبر بیخ تا بیخ میشماریم حساب سیون نزدی که چشم بشه شب بگی بشی صد درامون امرش تک میکنیم که بشی تک نیرواتو بریزم بمیرم فکر نکن گوی بخوری نمیزنه که سر کلتو میزنیم بیا افتی کناره بشیده دیگه کسی همه دست و پا هارشا هارش زیاد چه کرده سروشی چی هست؟ سپورن چشا چهار تا شده بودن و چون دروی هشت شدن بچاش چشا چهار تا شده بودن چون دروی هشت شدن چشا چهار تا شدن اسارت تعجب کردنه دیگه، اما چون این آدم های دروی بودن پس هشت شده. بابا بنازم یه همه دست و پرن چشا چهار تا شده بودن و چون دروی هشت شدن بچه ها شیش نفر بودن و الان 48 شدن نگو چرا تنها شدم خط به فرماندتون بود رفیقات حلوا حلوا شدن هلال ش...
آجی چیکار داره میکنه رفیقات حلوا حلوا شدن؟ حالا اون اشاره که حالا توی ختم حلوا میدن، حلوا حلوا شدن یعنی به دار فانی دیگه، نابود شدن. آجی چی کار داره میکنه سروش چیه؟ شده بودن و چون دوری هشت شدن، بچه ها شیش نفر بودن و الان 48 شدن. نگو چرا تنها شدم، خط به فرماندهتون بود، رفیقات حلوا حلوا شدن. هلال شیر و قلاب میکنیم توت بریم سید سپایی، به ام بگو سیاد شب کرم از خودته، بعد دریا رو فت بکنیم چون بعد زود. خیلی سخت شد دیگه، خیلی سخت. مدتون بود رفیقات حلوا حلوا شدن. هلال شیر و قلاب میکنیم توت بریم سید سپایی، به ام بگو سیاد شب کرم از خودته، بعد دریا رو فت بکنیم چون بعد زود. برای خب ماهیگیری و اینا از کرم استفاده میکنن. اون گفت قلابه چیزم هلالو میکنم، حالا تو اون داستان و اینا اومدیم سید کنیم اینا رو، ولی کرم خود ایناست، یعنی اینا دارن کرم میریزن که ما اومدیم اینا رو سید کنیم، کرمان خودمون نذاشتیم واسه تومه اینا، اومدیم دریا رو فتح کنیم. بو 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 سپایی، به ام بگو سیاد شب کرم از خودته، بعد دریا رو فتح بکنیم چون بعد زود. سر هشت بار زد آره آدرس تم داریم، کوچه حماقت بلاک 57 دیشب بس. حاجی چقدر اینجاش خفم، یه بار دیگه، یه بار دیگه. هشت بار زد آره آدرس تم داریم، کوچه حماقت بلاک 57 کوچه حماقت پلاک 57. اشاره به اینکه سال 1357 که انقلاب شد، انقلاب جمهوری اسلامی، حماقت بود دیگه. آدرست هم داریم، سر هشت بارم باید سری زد. نمیدونم چرا اینو داستانش، احتمالا یه احتمال بمیره که نپیچه دورت دیگه داستانشه، ولی حاج بنوز زود. سر هشت بار زد آره آدرست هم داریم، کوچه حماقت پلاک 57 دیشب بسجی کشتم، دیشب بسجی کشتم، مامورا گوشتشون بود کوکتل پنیری خورده. اینجا که اینو گفت صدا شکر بود یا صدا قلاب بود؟ چون اینو چیز که قلاب هم داری برمیگردونی همچین صدایی میده دیگه، سید کرد دیگه اون یه بسیجی که کرم داشت را دریا گرفتن دیشب، یه بسیجی کشتم. مامورا گوشتشون بود کوکتل پنیری خورده، منتظریم شب بشه عملشه، خنداتون زدچشه، هر یه نفر یه ارتشه، زدیم در پایگاهتون تختشه، رنگتون گچ بشه، حالت دست حکومت شدی، سرتو میزنیم خدشه، فرمان داد حل هولن، حالت دست اینه شدی سرتو، اوکی اوکی اوکی، گچ بشه، حالت دست حکومت شدی، سرتو میزنیم خدشه، فرمان داد حل هولن، خوششو زده آویزون رخت رو بند، باید دیگه جمعشو کرد، درک داشتی سر سوزن، چش نمیدوخ صاف و ساده نیستین همه تو زر آناناس، درک داشتین سر یه سوزن چشم نمیدوختن؟ فرمان داد حل هولن، خوششون زده آویزون رخت رو بند، باید دیگه جمعشون کرد، درک داشتی سر خوششون زده آویزونن بند رو رخت. حاجی چی کار داره میکنه؟ چجوری این همه بعد این همه سال این همه کلمه بازی و کنایه و آرای ادبی و که جمعشو کرد، درک داشتی سر سوزن، چش نمیدوخ صاف و ساده نیستین همه تو زر آناناسی، میشکافیم به بچه دل رو در تو سر و صورت، رانتی انقا پول دوست داری به خیال طرف نمیزنی، داری میکنی عرض انقا شهادت دوست داری رفیقات شهادت انقا پول دوست داری به خیالت نمیزنی حرف میکنی عرض، این عرض میگه داره عرض میکنم، مثلا عرض بکنید عرض میکنم اون عرض مالی بابا، انقدر پول دوست داری به خیال طرف نمیزنی، داری میکنی عرض انقدر شهادت دوست داری رفیقات شهید بشن، میکنی شهر راست و سیلی، تلاش کن برسی تش، ولی بیفتی سر زبونا هم به پست ما میخوری تم، مثل ساز میزنیم بیفتی سر زبونا هم به پست ما میخوری تم، تمر میزنن برای وقتی یه پسته رو میخوام بسته ای پسته ای که غلطه بسته رو میخوام پست بکنن، سر زبون ها افتادن هم استعاره از اینه که به هر حال یه اسمی در کردی، اگه یه اسمی در کردی حالا شناختن دینا تو این حوزه‌ای که حالا داره راجبش صحبت میکنه که حالا این داستان انقلاب توره، که خب اگه اسمی در کردی که او این مثلا فلانی خطرناکه بیساره مثلا اینا، میگیم بالا سر دیگه پست ما میخوری، از اونورم که معلومه دیگه سر زبون میافتی تمر معمولا یه اینجوری میزنن بهش میچسبونن بابا بنازم، تلاش کن برسی تش، ولی بیفتی سر زبون هم به پست ما میخوری تم، مثل ساز میزنیم بیفتی به چنگ، دخلی اطلاعاتی بشی تش و نقشه نشون بدی کجا چپیدن، بگی همه رو دیگه دیدین 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 نه یکم غیری تر دیدی 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 دیدی.
آجی ولی منظور اینجا کاملا به جنگ دخلیه اطلاعاتی بشتش و نقش نشون بدی کجا چه پیدم بگی همه رو دیگه دیدین 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 نه یکم غیری تر دیدی 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 آجی سروشیه لوله دیگه هست چی کار داره میکنه دیشب بسجی کشتم دیشب بسجی کشتم مامورا گوشتشون بود کوکتل بلدی خوردن فیلم بازی نکن مگه حالی بودی شفاف نیستی مثل ما توی شبای تهران ماهی دودی میخورم اوه یه حبته ماهی دودی یارم اینو فکر کنم یه بار دیگه اشاره کرده بود توی آهنگاش دیگه مثل اون ماهی که حالا تو آسمونه تهران معلوم نیست دیگه دودی دیگه هوا آلوده است بازی نکن مگه حالی بودی شفاف نیستی مثل ما توی شبای تهران ماهی دودی میخورمت میگی بهم در ماهی دودی اینو توی آهنگ دیگه اش گفته بود یادم نمیاد ماهی دودی ماهی هستی که دودیه از اونورم ماهی دودی دیگه داره اینجا هم سیت میکنه دیگه اوکی مگه حالی بودی شفاف نیستی مثل ما توی شبای تهران ماهی دودی میخورمت میگی بهم دست نزنی همش کم در میاد اگه پیازی که میبرمت تو روی سکه بهم دست نزنش که در میاد اگه پیازی که میبرمت پیازم اشکو در میاره دیگه بابا میگی بهم دست نزنی همش کم در میاد اگه پیازی که میبرمت تو روی سکه یه پول میکنم معلوم بشی شیر و خطت میچکونی ما شعار گل لهامو تن پر سر کنه تاپ نه ور شکمو الکس صابون زدی سرسره حاجی مرد زمینه واسه حاجی مغزم سود کشید مغزم سود کشید وات اصلا حاجی رب بعد اینجوری باشه حالا کاری به اعتراض ایناش ندارم و کلمه بازی و پانج و قافیه و همه اینا فیکس تمیز خوشیل الکس صابون زدی سرسره حاکی مرگ زمینه واسه شمشیرهای لخ شده نه ترس داریم سر به سرتون میذاریم کود جمجمه دلا قرص خوشی به اینا نسخت داریم سر به سرتون میذاریم کود جمجمه شده نه ترس داریم سر به سرتون میذاریم کود جمجمه دلا قرص خوشی به اینا نسخت یه بار دیگه شکم الکس صابون زدی سرسره حاکی مرگ زمینه واسه شمشیرهای لخ شده نه ترس داریم سر به سرتون میذاریم کود جمجمه دلا قرص خوشی به اینا نسخت میپیچیم مسجدو میکنیم توت بگی آخی مناره یا شیا فراس تو میکشیم بگیم انتقام چتی داشت بالا انقدر یارو چیزه که مناره واسش مثل شیافه ابتنه به زور ده چرا من اینو دارم وا میکنم بریم چه دو میکنیم توت بگی آخی مناره یا شیاف راست تو میکشیم بگیم انتقام چتی داشت بالا من برعکس و عمل نشون بدی یا بیزون میشی به میخواب بگم از چه دو یا کلیسا قمه میذاریم لاستیکاتون پنچر شه خشتک و پرچم شه بگیریم قبل اعدام توسی بشه هم بندت دل باس قاسم تنگ شده توسی میدونین کیه دیگه جمشه بگیریم قبل اعدام توسی بشه هم بندت دل باس قاسم تنگ شده به قول یک با کفگیر میذاریم زیرش کتلت برگرده اینو کی اینو کی گفته بود حال نشینم به قول یکی اون یکیه چه مغزی داشته کتلت رو میزنیم زیرش برگرده میدونین دیگه لقبه آجی چی بود ایش کتلت برگرده دیشب بسجی کشتم دیشب بسجی کشتم مامورا پشتشون بود کوکتل پنیری خورده بابا زبونم بند اومد چی بگم یه رپ اکسپریمنتالی داشتیم حالا از اون لحاظ مدل بیت و مدل خیلی سخته رو این اجرا کنی ها خیلی سخته و اینجوری انقدر خوشگل این همه پانچ این همه کلمه بازی چی بگم بعد ببین همچین استعدادهای ما داریم همچین قلمهای ما داریم نه بعد نمیتونن تو کشور خودشون باشن و چیز کنن و اینا دیگه میگیر اصلا چه وضع عجیبیه این داستان اصلا این سه خنده داری اصلا هر جای دونه اونم تو این سالها به خارجی صحبت کنی اما سروش هیچکس کسی که رپ رو معنی میکنه اصلا میگید چرا پدر رپ ببین رپ واقعی میگم اینه تو باید پانچلاین زیاد داشته باشی کلماتت خوشگل باشه سیلابا چفت رایما چفت این مهمه مغزه قشنگ بازی کنه یک کلمه بگی چهار تا معنی بکشه بیرون این خوشگله حالا لازم نیست همه چهار تا معنی بکشن بیرون ولی قافیه و پانچلاین دیگه باید رعایت بکنن که این روزها کم میبینیم خیلی هم خیلی ادعای سواد و مارکتمون برای اینا هم دارن یه دونه قافیه نمیتونن بزنن و حالا اون که بماند شعر یکی دیگر رو برمیدارن ملودیشو فلوشو رو بیت همون کاور میکنن مینویسن سمپل
بعد آرتیستن. حتی بعضا من دیدم که طرف توی مصاحبه داره حرف یک آرتیست آمریکایی رو میزنه، یعنی اینه این آرتیسته. حالا میگم به محتوا اینا کاری ندارم، شاید محتوای خشن باشه، خیلی‌ها دوست نداشته باشن یا هر چیزی، رپ استراکچرش باید اینجوری باشه. آه همین، نه یه سری بچه الان داریم که خیلی هم اینجوری هن که آه چرا فلان، چرا ما میگید ما با سوادیم فلان. رپر خوب قافیه چفت داره، پانچلاین داره، کلمه بازی میکنه، انشا ریتمیک نمیخونه، اونم روی فلوی که فلوی خودش نیست، بیتی هم که بیت خودشون نیست. خب چی کار کردید؟ رفتید باز تولید مید این چین اصلا چی اصلا؟ واقعا اینا رو آدم میبینه عشق میکنه. خوشگل، دمش گرم، خسته نشید. بگیم به سروش چیکس لذت بردم، یکم دلم پر بود. چون چند وقته یه سری چیزا میبینم خیلی هم ادعا میکنن اصلا چی بابا؟ بابا رپ کن، اصلا رپ کردن رپر باید قلم داشته باشه، رپ کنید. چیکار اصلا محتوا رو میگم کاری ندارم، رپ کنید اینجوری. خوشگل، خلاصه خسته نشید. میگم به سروش چیکس عزیز و تمام کسایی که پشت کار بودن، دم شما هم گرم که تو این لحظه تماشا کردید ویدیو رو. امیدوارم که حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، see you soon.